بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. این اولین لکچر از بحث ریاکت جیس که خود شما شروع میکنیم. بحث جاوا اسکریپت تا به لکچر قبلی که خوندیم ختم میکنیم و بیشتر ادامه نمیدیم، اگرچه که ما برای شما ادوانس جاوا اسکریپت درس ندادم، به خاطر از اینکه به داخل لکچرهای یا لایبرریای اصر جاوا اسکریپت وقتی که میخونیم هر تاپیک ادوانس که بود به همونجا برای شما درس میدم. خب قبل از اینکه ما بیان سراغ ریاکت جیس، اول باید بحث یوزر اینترفیس برای شما بگم. مطمئنا همگی شما میفهمید که یو آی یا یوزر اینترفیس معمولا به امو کامپوننت ها یا عناصر بصری یا قابل دید و تعاملی یک سافتویر دیجیتالی گفته میشه که یوزر یا کاربر میتونه خود از اینا عمل کرد داشته باشه یا اینتراکت داشته باشه. مثلا به همین ویدیویی که شما اینجا میبینیم، یوزر میتونه روی باتون کلیک کنه، میتونه بک بره، میتونه روی هر صفحه کلیک کنه، میتونه متن رو بخونه. برای همین عناصری که به این جگا وجود داره، برای از اینا یو آی المنت ها گفته میشه، مثل عکس، مثل تکست که هست، باتونی که هست و غیره دیگه چیزا. یوزر اینترفیس معمولا شامل همه چیزایی که یوزر میبینه، یوزر میشنوه و یوزر میتونه خودی از اینا اینتراکت داشته باشه روی اسکرین، مثل باتونا، مثل مینوا، مثل فرم، آیکون و تمام لیوت هایی که به صورت بصری در داخل صفحه قرار داره. حالا میایم سراغ ریاکت جیس. ریاکت جیس یک فریمورک یا یک لایبرری از خود جاوا اسکریپت که برای ساخت یوزر اینترفیس یا یو آی استفاده میشه. پس یک فریمورک مشهور جاوا اسکریپت که برای ساخت یو آی استفاده میشه ریاکت جیس. لایبرری یعنی کتابخانه، یعنی از قبل یک سری قوانین یا کدای تعریف شده برای ساخت یوزر اینترفیس یک اپلیکیشن که ما میتونیم از این کدا که از قبل تعریف شده تحت قوانین خاصه بیایم استفاده کنیم. ریاکت جیس که هست، خوبی هایی که داره اینه که کامپوننت بیسد آرکیتکچر، یعنی ساختار کامپوننت بیسد داره. ورچوال دام، یعنی ورچوال تام مستقیما به ریل دام ما میتونیم تبدیل کنیم که این بحثا رو ما بعداً میخونیم، و ریوزیبل کامپوننت داره که اینا رو هم برای شما باز توضیح میدم. پس ریاکت جیس چیه؟ به این سایت که اینجا گام لینکر گذاشتم، react.dev، اگر مراجعه کنیم این سایت خود ریاکته. ریاکت یک اوپن سورس جاوا اسکریپت لایبرریه یا یک کتابخانه اوپن سورس از جاوا اسکریپت که توسط کمپانی فیسبوک دیولپ شده. هدف اصلی ریاکت که ساخته شده اینه که بیاییم اینتراکتیو یوزر اینترفیس تیار کنیم و داینامیک هم باشه. وقتی میگیم داینامیک اند اینتراکتیو یوزر اینترفیس، یعنی که ما مثلا یک اینترفیسی دیزاین کنیم که ثابت نباشه. هر زمانی که ما روی دکمه های، مثلا 4 تا دکمه داره، روی هر دکمه کلیک میکنیم، کانتنت داخل دیو یا داخل صفحه به اساس دکمه هایی که کلیک میکنیم تغییر کنه. فرض کنیم که این میشه داینامیک و این که هر جا کلیک میکنیم یک کار میشه، این میشه اینتراکتیو. پس هدف اصلی ریاکت همینه که ما یک یوزر اینترفیس داینامیک و اینتراکتیو تیار کنیم. پیشتر برای شما گفتم که ریاکت از ساختار کامپوننت بیس استفاده میکنه که برای دیولپر ها اجازه میده که بیاین کامپوننت ها ریوز کنن. مثلا شما یک فرمی داریم، فرم رجستریشنی داریم، این ریاکت دفعه میسازیم، هزار دفعه میتونیم شما از این فرم استفاده کنیم، به خاطر از اینکه کامپوننت ها داخل از شما میتونیم ریوز کنیم، یعنی دوباره استفاده کنیم بدون از اینکه کد اضافه ای نوشته کنیم. این خوبی ریاکته. چرا از ریاکت استفاده میکنیم؟ به خاطر از اینکه اگر ما مثلا یک سایت فرض کنیم مثل نتفلیکس باز کنیم، میبینیم که روی هر ویدیوی از نتفلیکس کلیک کنیم به صورت اسموت بدون از اینکه رفرش کل صفحه ما، ویدیو برای ما باز میکنه یا تمنیل رو نشون میده، یا روی هر کدوم از لینک ها کلیک کنیم بدون از اینکه کل صفحه رفرشه، خیلی راحت میای بریم و دیتا رو نشون میده. این به خاطر از اینه که ریاکت به اساس جاوا اسکریپت ساخته شده و تمام یو آی پیجا و یو آی المنت هایی که در داخل یک وبسایت یا یک اپلیکیشن ساخته شده به وجود داره، بدون از اینکه شما بیایم ریلود کنیم و دیتا، راحت میتونیم ببینیم، به خاطر که جاوا اسکریپت به بک‌گراند هم کار رو بریم و انجام میده. خب باز این موضوع بعدن که خود شما عملا ریاکت کار کردیم بهتر متوجه میشیم. کانسپت های اساسی که در داخل ریاکت موجوده شامل کامپوننت های
شامل ورچوال دامه، JSX و استیت اند پروپس. اینا کامپوننت های اساسی و کلیدی داخل ریاکت. کامپوننت در حقیقت بیلدینگ بلاک ریاکت اپلیکیشن ما میشه، یعنی که هر چیزی که ما خواسته باشیم بسازیم رو در داخل یک کامپوننت میایم میسازیم. مثل از اینکه یک رجستریشن فرم اگر داشته باشیم، این میایم داخل یک کامپوننت به نام اینپوت کامپوننت میسازیم که داخل هم این المنت ها قرار داره، نیم، آدرس، استیت، زیپ. حالا به هر جایی که خواسته باشیم ما میتونیم اینپوت کامپوننت خود استفاده کنیم بدون از اینکه دوباره بیایم اینا رو تعریف کنیم. این میشه ریوزبل کامپوننتس. ورچوال دام، اولی که دام میفهمیم شما، دام در حقیقت همون داکومنت آبجکت مدل میشه که در داخل HTML ما بخونیم گفتیم یک اینترفیس برنامه نویسی برای داکومنت های HTML و XML مانه. در حقیقت زمانی که خواسته باشیم یک چیزی ما داخل HTML تغییر بدیم، توسط داکومنت آبجکت مدل میامدیم و میگرفتیم و توسط جاوسکریپت تغییر میدادیم. حالا در داخل ریاکت ما یک چیزی به نام ورچوال دام داریم، یکی به نام ریال دام داریم. ریال دام همون دام اصلی میشه. ورچوال دام دامیه که برای اپلیکیشن های ریاکت ساخته شده و به صورت خیلی سبک و خیلی کم حجمه. کپی در حقیقت از روی ریال دامه و زمانی که شما بیاییم یک الیمنت از کامپوننت های ریاکت خواسته باشیم تغییر بدیم، خیلی راحت میتونیم ورچوال دام اول تغییر بدیم چون سبکه. زمانی که ورچوال دام کامل تغییر کرد، او مستقیما پچ میشه به روی ریال دام. حالا اینکه چی قسم این تغییرات از روی ورچوال دام میای روی ریال دام بعدن باز اینا رو میخونیم. فقط همینقدر بفهمید که در داخل ریاکت ما یک چیزی به نام ورچوال دام داریم که میای اول هر زمانی که ما کامپوننت خواسته باشیم المنت های تغییر بدیم، توسط ورچوال دام میایم تغییرات میاریم و این تغییرات میای به روی ریال دام. JSX در حقیقت یک اکستنشن یک برای ما اجازه میده کد HTML ما بیایم در داخل جاوا اسکریپت نوشته کنیم. اگر یاد شما باشه در داخل ویس کد اگر ما یک فایل اسکریپتی داشته باشیم، مثلا index.js ما یک فایل جاوا اسکریپتیه، ما در داخل فایل جاوا اسکریپت هیچ وقت ما نمیتونیم بیایم مثلا کد HTML نوشته کنیم به خاطر از اینکه ایرور میده. پس در داخل جاوا اسکریپت هیچ وقت ما نمیتونیم کد HTML نوشته کنیم، ولی در داخل ریاکت JSX برای ما ای اجازه میده که در داخل فایل جاوا اسکریپت میبینیم پسوند JS داره کد HTML نوشته کنیم. دیگه موضوع دیگه که خیلی کلیدیه در داخل ریاکت بحث استیت و پروپس. استیت در حقیقت همون دیتاهای داخلی یک کامپوننت استیت میگن، در حالی که پروپس در حقیقت همون انتقال دیتا بین کامپوننت پرنت و چایلد به نام پروپس یاد میکنم. مثلا شما اینجا این دیتا زمانی که از چایلد میره به پرنت یا پرنت میره به چایلد، این توسط پروپس انجام میشه و هر زمانی که استیت تغییر میکنه که همون دیتا داخلی کامپوننت که تغییر میکنه که به نام استیت یاد میکنم. خب چی رقم ما میتونیم پروژه ریاکت بسازیم؟ اگرچه که ما یک ویدیوی جدایی بره در مورد ساخت یا نصب اپلیکیشن ریاکت برای شما میسازم، خب به اینجا خیلی خلاصه من یادآور شدم که چی رقم میتونیم شما یک پروژه ریاکت بسازیم. برای نصب و ساخت اپلیکیشن های ریاکت ما نیاز به نود جیس داریم یا نود پکیج منیجر که تمام پکیج های نود ما میتونیم از طریق نود JS یا نود پکیج منیجر بیایم نصب کنیم. بعد از یک فولدر تیار میکنیم به اسم مثلا تست پروجکت یا هر اسمی خواسته باشیم. بعد از میریم CMD رو میکنیم و توسط CD و اسم فولدر به همون مسیر میریم که فولدر خود تیار کردیم. بعد داخل اون فولدر که شدیم، مثلا داخل فولدر تست شدیم و نوشته میکنیم npm init. npm init میایه یک npm پروجکتی برای ما انیشالایز میکنه. بعد اگه خواسته باشیم ریاکت و ریکدام نصب کنیم، نوشته میکنیم install به یالت npm install react ریاکدام، یعنی npm یا نود پکیج منیجر بیا install کن ریاکت و ریاکدام. این چند دقیقه صبر میکنیم، از اینترنت میگیره و ریاکت و ریاکدام نصب میکنه. بعد از اون که نصب شد، شما میتونیم بیلد سیستم و اپلیکیشن خود بسازیم که بعدن در مورد ازی هم صحبت میکنیم و یکی کارا چی قسم انجام میشه داخل یک ویدیوی همگیر برای شما کار میکنم. وقتی که
پروژه ساخته شد. اگر خواسته باشیم یک کامپوننتی بسازیم، کامپوننت در داخل ریاکت به حالت ساخته میشه. فانکشن مای فانکشن یا مای کامپوننت یا هر اسمی که بدیم، اسم اینجا در حقیقت اسم کامپوننت شما میشه که اینا رو هم باز میخونیم. یکی ریترن اینجا هلو ورلد یا چک نوشته شده چه کار میکنه؟ خب ظاهرا معلومه که هر زمان مای کامپوننت کال شه هلو ریاکت ریترن میکنه در داخل چک، یعنی که یک هلو ریاکت چاپ میکنه. و اگر خواسته باشیم ما یک کامپوننت به داخل صفحه مثلا داخل یک دیو نمایش بدیم، توسط ریاکت دامی کار انجام بدیم، ریاکت دام داد رندر، متد رندر میای پارامتری که میگیره اینه که کدام کامپوننت به کجا میای تو نمایش بدی. ما میگیم کامپوننت اپ که اینجا اسمیونه، ما میایم کامپوننت اپ به داخل روت دیوی به نام روت یا آیدی روت داریم، چون جوا گفته گت المنت بای آیدی، پس یک آیدی ممکن یک دیوی باشه یا هر چیز دیگه. میگیم همین کامپوننت که به اینجا هسته هلو ریاکت ایر بیا داخل دیوی که آیدی روت داره ایر نمایش بده. پس توسط ریاکت دام دات رندر میتونیم یک کامپوننت نمایش بدیم که این موضوعات عملا باز استفاده میکنیم و بهتر یاد میگیریم. دیگه خلاصه از این که ما به این لکچر بخونیم ریاکت چی هسته، چی خوبی های داره و کانسپت های مثل ورچوال دام، مثل استیت و پراپس و مثل جی ای سیکس آشنا شدیم و ای که چی قسم پروژه های ریاکت ساخته میشه و چی قسم میتونیم یک کامپوننت از ریاکت به داخل صفحه HTML بیایم رندر بدیم یا ای که نمایش بدیم. خب به این لکچر همین اندازه کافیه. تشکر، موفق باشیم، وقت خوشی داشته باشیم، خدا نگهدار.